بینندگان گرامی، سلام بر شما. با برنامه جهان، سیاست، اقتصاد در خدمت شما هستیم. در این برنامه رویدادهای سیاسی و اقتصادی اروپا و آسیا رو مورد بررسی قرار میدیم. تحولات اوکراین کماکان در کانون خبرهای دنیاست. برنامه رو با گزارشی از این تحولات شروع میکنیم. توافق ژنو برای حل بحران اوکراین فرو ریخته است. روسیه به تعهدات خودش پایبند نبوده و شبه نظامیان و مزدورانش به تسخیر ساختمان‌های دولتی پرداختند. برخی نسبت به بروز جنگ هشدار می‌دهند. گزارشی از آخرین تحولات رو می‌بینیم. There are conflicting reports over the number of deaths in what Kiev has called its anti-terrorist operation. اینجا در نزدیکی شهر اسلوویناسک روز یکشنبه با کشته شدن 3 نفر در تبادل آتش تنش‌ها مجدداً فعال شدند. دولت روسیه و دولت مرکزی اوکراین یکدیگر را به دست داشتن در این اتفاق متهم کردند. شبه نظامیان وابسته به روسیه میگویند ملیگراهای راستگرای اوکراینی به آنها حمله کردند، اما ملیگرایان اوکراینی دخالت در این واقعه را رد می‌کنند و نیروهای ویژه روسیه را مسئول آن می‌دانند. در این حال روز دوشنبه جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، برای گفتگو با مقام‌های اوکراینی وارد کیف شد تا با این کار حمایت آمریکا از اوکراین در برابر روسیه را نشان دهد. از سوی دیگر، در حالی که کشورهای غربی از روسیه خواستند که از نفوذ خود برای آرام کردن شبه نظامیان در شرق اوکراین استفاده کند، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه توپ را به زمین آمریکا انداخت و از این کشور خواست که مقامات اوکراینی را برای مقابله با کسانی که او تندروهای کل شق خواند تحت فشار بگذارد. در میان تنش آمریکا با روسیه بر سر اوکراین، پنتاگون روز سه‌شنبه گفت آمریکا جهت تاکید بر تعهد خود نسبت به متحدین ناتو حدود 600 نیرو به لهستان و کشورهای بالتیک اعزام می‌کند. 150 سرباز از پایگاه ایربون بریگاد مستقر در ایتالیا روز چهارشنبه وارد لهستان خواهند شد و طی روزهای آتی به عنوان بخشی از یک سری تمرین جدید که برای اجرا در ماه آینده و بعد از آن برنامه‌ریزی شده بود، قرار است حدود 450 نیرو نیز وارد استونی، لیتوانی و لتونی شوند. Moscow says the maneuvers are in response to Ukraine's escalating operations against pro-Russian. از سوی دیگر دولت اوکراین برای تایید گزارش‌های خود درباره حضور نیروهای روسیه در این کشور به عکس‌های منتشر شده از سوی وزارت خارجه آمریکا اشاره کرده که نشان دهنده حضور این نیروها در شهرهای شرقی این کشور است. وزارت خارجه آمریکا با انتشار تصاویری اعلام کرده نیروهای ویژه روسیه در شرق اوکراین حضور دارند. در میان تصاویر منتشر شده مرد مسلحی همزمان در شهرهای کراماتورسک و اسلاویانسک دیده شده و گفته می شود که این فرد در عملیات نظامی در سال 2008 میلادی در گرجستان نیز حضور داشته است. اما واقعی مهم دیگر روز پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه به وقوع پیوست. در این روز وزارت کشور اوکراین اعلام کرد در عملیات واحدهای تحت فرمان وزارت دفاع برای پاکسازی مناطق اطراف شهر اسلاویانسک در شرق این کشور 5 نفر از تروریست‌ها کشته شدند و 1 نظامی اوکراینی نیز زخمی شده. مقامات دولتی اوکراین شبه نظامیان طرفدار روسیه را که برخی مراکز دولتی در شرق این کشور را در اشغال دارند تروریست می‌خوانند. ساعت‌های پیش از آن نیز سخنگوی شبه نظامیان مسلح در اسلاویانسک گفته بود که 2 نفر از مخالفان دولت در درگیری با نیروهای دولتی جان خود را از دست دادند. این درگیری‌ها در اطراف اسلاویانسک و در جریان برچیدن پاسگاه‌های ایست و بازرسی شبه نظامیان مسلح روی داده است. در پی انتشار خبر تصمیم دولت اوکراین برای بازپسگیری مراکز تحت تصرف شبه نظامیان در مناطق شرق این کشور، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که عملیات تنبیهی ارتش اوکراین علیه معترضان اقدامی جنایتکارانه و جدی است و عواقبی در پی خواهد داشت. رئیس جمهور روسیه در مورد این عواقب توضیحی نداد، اما روسیه تامین کننده بخش عمده گاز مورد نیاز اوکراین است و در این حال خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا از خاک اوکراین عبور می‌کند. در همان حال واحدهایی از ارتش روسیه
در نزدیکی مرز مشترک با اوکراین مستقر شده و به نگرانی در مورد احتمال حمله نظامی روسیه به اوکراین دامن زدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت در صورتی که امنیت شهروندان روسیه ساکن اوکراین به مخاطره بیفتد، دولت روسیه طبق قوانین بین المللی حق اقدام برای حفاظت از آنان و منافع خود را خواهد داشت، اما در این مورد توضیح بیشتری نداد. در مقابل یک مقام سازمان امنیت اوکراین پیشنهاد کرده هیئتی از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا یا نهادهای بین المللی دیگر بر عملیات ارتش این کشور علیه جدایی طلبان مسلح نظارت کند و دولت روسیه نیز در این هیئت نماینده داشته باشد. روز 4 اردیبهشت وزارت دفاع روسیه اعلام کرد در واکنش به عملیات اوکراین در شرق آن کشور و افزایش نیروهای ناتو در لهستان و کشورهای بالتیک، مانور نظامی جدیدی را در مرز اوکراین آغاز کرده است. به گفته وزیر دفاع روسیه، ارتش اوکراین 11,000 نفر از نیروهایش را برای شرکت در عملیات نظامی علیه غیر نظامیان روس زبان به مناطق شرقی آن کشور فرستاده است. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه با اشاره به عملیات ضد تروریسم گفت اگر این ماشین نظامی متوقف نشود، سبب کشتار و برجا گذاشتن مجروحان بیشتری می شود. برنامه‌ریزی برای رزمایش‌های قبلی از سوی نیروهای ناتو در لهستان و کشورهای حوزه بالتیک نیز به عادی‌سازی وضعیت در اطراف اوکراین نخواهد انجامید. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز عصر پنجشنبه 4 اردیبهشت به روسیه گفت اگر روسیه همین مسیر را دنبال کند، این تنها یک اشتباه نیست، بلکه اشتباهی پرهزینه برای مسکو خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که برای دیدار با متحدان این کشور به شرق آسیا مسافرت کرده بود، روز پنجشنبه با متهم کردن روسیه به افزایش تنش در اوکراین تاکید کرد که مسکو با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. در همین حال بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه هشدار داد که ممکن است اوضاع در اوکراین از کنترل خارج شود. وی از طرف‌های درگیر خواست که از اعمال خشونت پرهیز کنند. دبیرکل سازمان ملل از روسیه و اوکراین خواست که به توافق صورت گرفته در مذاکرات هفته گذشته پایبند باشند. از سوی دیگر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه 5 اردیبهشت گفت وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا برای مذاکره در خصوص تشدید تحریم‌ها علیه روسیه به زودی جلسه خواهند داشت. به گفته مرکل، وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در اولین فرصت ممکن تشکیل جلسه داده و مسئله تشدید تحریم‌های روسیه را مورد بررسی قرار خواهند داد. آمریکا تا کنون 3 دور تحریم علیه روسیه اعمال کرده است. شماری از شهروندان روسیه و همچنین افرادی از کریمه و شرکت گاز این شبه جزیره خودمختار هدف این تحریم ها قرار گرفتند. روز 21 ماه مارس نیز اتحادیه اروپا 12 فرد روسی را تحریم نموده و اموال آنها را در اروپا مصادره کرد. این افراد دیگر اجازه ورود به خاک اتحادیه اروپا را ندارند. همچنین گروه 7 قدرت اقتصادی جهان با توجه به ادامه بحران اوکراین برای اعمال سریع تحریم‌های جدید علیه روسیه به توافق رسیدند. در بیانیه این گروه آمده است که روسیه هنوز فرصت دارد تا برای حل دیپلماتیک بحران تلاش کند. در بیانیه این گروه در روز شنبه 6 اردیبهشت آمده است که دولت مسکو باید به دلیل اینکه در تنش زدایی اوکراین مشارکت نکرده و با این کار توافق ژنو در جهت راه حل صلح‌آمیز بحران این کشور را نقض کرده تنبیه شود. در بیانیه آمده که اعضای گروه بر سر تحریم‌های هدفمند فوری علیه روسیه به توافق رسیدند تا بهایی که روسیه باید به دلیل رویکرد خود بپردازد بالا برود. گروه 7 روشن نساخت که دقیقاً این تحریم‌ها شامل کدام بخش‌ها خواهد شد. تنها اعلام کرد تمامی حیطه‌های اقتصادی روسیه مشمول تحریم‌ها خواهند بود. این گروه در این حال تاکید کرد که در راه حل دیپلماتیک برای بحران پدید آمده در اوکراین همچنان باز است و روسیه نیز می‌تواند در آن شرکت کند.
روز دوشنبه جدایی طلبان حامی روسیه ساختمان رادیو تلویزیون محلی را که متعلق به دولت است در شهر دونتسک اشغال کردند. آنها از مسئولان مستقر در این ساختمان خواستند به جای شبکه‌های اوکراینی زبان، شبکه‌های روسی زبان را پخش کنند. در همین روز شهردار خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، مورد اصابت گلوله قرار گرفت. هنوز مشخص نیست او از سوی چه کسانی مورد حمله قرار گرفته. شهردار خارکیف از افراد حامی روسیه است و به صراحت مخالفت خود را با دولت جدید اوکراین اعلام کرده است. از سوی دیگر روز دوشنبه 8 اسفند آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل ادامه مداخله مسکو در بحران اوکراین تحریم‌های جدیدی علیه روسیه وضع کردند که افراد و شرکت‌های نزدیک به حلقه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور را در بر می‌گیرد. روسیه گفته که به این تحریم‌ها پاسخ دردناکی نشان خواهد داد. گزارش خبرگزاری ها حاکی است که تحریم های آمریکا علیه 7 مقام و 17 شرکت روسی که نزدیک به افراد حلقه پوتین هستند وضع شده تا برای کاهش تنش ها در اوکراین فشار بیشتری بر رئیس جمهور روسیه وارد شود. همزمان اتحادیه اروپا محدودیت هایی برای صدور ویزا و ضبط دارایی های 15 نفر دیگر که گفته می شود در ایجاد ناآرامی ها در اوکراین دست دارند اعمال کرده است. اعمال مجازات‌های جدید علیه روسیه در واکنش به آنچه که غرب عدم رعایت مفاد توافقنامه ژنو برای پایان دادن به بحران اوکراین خوانده است صورت می‌گیرد. تحریم‌های تازه آمریکا از سوی باراک اوباما رئیس جمهور کشور در جریان سفر وی به فیلیپین اعلام شد. اوباما گفت قصد ندارد شخص پوتین را هدف تحریم‌ها قرار دهد و در پی این است تا محاسبات وی را در این خصوص تغییر دهد که اقدامات اخیرش تا چه اندازه میتواند بر چشمانداز دراز مدت اقتصاد روسیه تأثیر نامطلوب داشته باشد. ژاپن، کره جنوبی، مالزی و فیلیپین کشورهایی هستند که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سفر دوره‌ای اخیر خودش از اونها دیدار کرده یا میکنه. تحلیلگران معتقدند اوباما دنبال اقتصاده. البته مقام‌های آمریکایی میگن هدف سفر اطمینان دادن به متحدان آمریکاست که از حمایت این کشور برخوردارند. US President Barack Obama has assured ally Japan that it's committed to the باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سفر رسمی به ژاپن به مقامات این کشور اطمینان داد در ارتباط با جزایر مورد مناقشه با چین از ژاپن حمایت مطلق می‌کند. اوباما بعد از ملاقات با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در مورد جزایری که باعث اختلاف این کشور و چین است گفت تعهد ما برای امنیت ژاپن مطلق است. اصل پنجم این پیمان همه مناطق ژاپن از جمله جزایر مورد مناقشه با چین را پوشش می‌دهد. چین و ژاپن بر سر حق حاکمیت این جزایر در دریای چین شرقی اختلاف دارند و رئیس جمهور آمریکا بر سر حل مسالمت‌آمیز این مسئله تاکید کرد. اوباما سپس به دیدار امپراتور ژاپن و همسرش رفت و در کاخ سلطنتی طی مراسمی رسمی مورد استقبال قرار گرفت. باراک اوباما پس از ژاپن روز جمعه وارد سئول در کره جنوبی شد و دیدارش از این کشور را با اهدای دست گل و ادای احترام در بنای یادبود جنگ آغاز کرد. سفر اوباما به سئول با احتمال 4th آزمایش هسته‌ای کره شمالی همراه شده است. باراک اوباما در سفر خود به کره جنوبی ضمن انتقاد شدید از همسایه شمالی کره جنوبی به خاطر برنامه این کشور برای انجام شکل جدیدی از آزمایشات اتمی تاکید کرد که آمریکا تردیدی نخواهد کرد که برای دفاع از کره جنوبی به نیروی نظامی متوسل شود. او دولت کره شمالی را ضعیف و منفور توصیف کرد و گفت کره شمالی راه گسترش سلاح‌های هسته‌ای را ادامه می‌دهد و این کار باعث انزوای بیشتر آن خواهد شد. این نشانه قدرت نیست. هر کسی می‌تواند تهدید کند، سلاحی را جابجا کند و یا موشکی را نشان دهد. این کار شما را قوی نخواهد کرد. برای قوی شدن باید به سمت امنیت، استفاده از فرصت‌ها و احترام پیش برویم.
اوباما در سومین مرحله از سفر 8 روزه به 4 کشور آسیایی وارد مالزی شد. در نزدیک به 5 دهه این نخستین بار است که یک رئیس جمهور شاغل آمریکا به این کشور سفر می‌کند. اوباما روز شنبه در ضیافتی در کوالالامپور حضور یافت. عبدالحلیم پادشاه مالزی پیوندهای اقتصادی نیرومند بین دو کشور را ستود و افزود این همکاری به مالزی در رسیدن به وضعیت یک کشور پیشرفته کمک خواهد کرد. انتظار می رود اوباما در جهت کاهش نگرانی های نجیب رزاق نخست وزیر مالزی از توافقنامه مشارکت تجاری اقیانوسیه و برای آن تلاش کند. مالزی شریک تجاری نزدیک چین است و با بخشهایی از توافق مخالفت کرده است. اوباما پس از مالزی راهی فیلیپین شد. در آستانه ورود باراک اوباما به فیلیپین، دو کشور پیمان دفاعی 10 ساله‌ای را امضا کردند که حضور نظامی آمریکا را در فیلیپین افزایش می‌دهد. حمایت آمریکا از متحدانش در آسیای جنوب شرقی در مقابل نگرانی آنها از مقاصد چین از اهداف سفر اوباما به این منطقه ذکر شده است. در این قسمت از برنامه جهان، سیاست، اقتصاد، چند خبر کوتاه اقتصادی از نظرتون میگذره. دولت پرتغال موفق شد 750 میلیون یورو از بدهی‌های خود را در قالب اوراق قرضه 10 ساله با نرخ بهره پایین در بازار بفروشد. این اولین فروش مستقیم اوراق قرضه از سوی دولت پرتغال در 3 سال گذشته است. ما در 3 یا 4 سال گذشته شاهد ابهامات و پیشرفت‌هایی بودیم. اما با توجه به عدم قطعیت مربوط به رشد اقتصادی پرتغال و میزان بدهی‌های عمومی و ظرفیت ما برای عمل به تعهداتمان در مقابل طلبکاران، به نظر من فروش اوراق قرضه با نرخ بهره پایین یک موفقیت بود. در حالی دولت پرتغال اوراق قرضه 10 ساله را با نرخ بهره 3.5% فروخت که این پایین ترین نرخ بهره از سال 2005 میلادی تا کنون است و این کشور در ماه آینده بدهی خود را به وام دهندگان بین المللی تسویه خواهد کرد. نخست وزیر پرتغال میگوید هنوز نمایندگان وام دهندگان بین المللی ترویکا ارزیابی پایانی خود را اعلام نکردند. کار اشتباهی است که در مورد پوست خرگوشی که هنوز شکار نکرده این برنامه ریزی کنیم. ابتدا باید از برنامه نجات مالی خارج شد و بدهی های من را به وام دهندگان بین المللی تسویه کنیم. بعد درباره آینده صحبت کنیم. در حالی که بانک مرکزی پرتغال رشد 1.2% را برای سال جاری میلادی پیش بینی کرده است، بنابر اعلام یوروستات بدهی پرتغال به 129% تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. مرکز آمار اتحادیه اروپا یوروستات روز چهارشنبه اعلام کرد میزان کسری بودجه عمومی منطقه یورو در سال 2013 میلادی کاهش یافت، اما مجموعه بدهی کشورهای عضو همچنان در سطح خطرناکی باقی مانده است. در میان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، اسلوونی از بیشترین کسری بودجه رنج می‌برد. پس از آن یونان و ایرلند و اسپانیا 3 کشور بحران زده‌ای هستند که کسری بودجه بالایی دارند. میانگین کسری بودجه در کشورهای منطقه یورو در سال گذشته 3% بود که در مقایسه با رقم 3.7% سال قبل از آن کاهش نشان می‌دهد. اما بدهی کلیه این کشورها از 97% تولید ناخالص داخلی به 92.6% افزایش یافت. سال گذشته یونان همچنان بدهکارترین کشور منطقه یورو. بدهی های یونان معادل 175.1% تولید ناخالص داخلی این کشور است. ایتالیا، پرتغال و ایرلند پس از یونان کشورهای به شدت بدهکار منطقه یورو هستند. تحلیلگران معتقدند افزایش مستمر میزان بدهی ها نشان دهنده هزینه بالای رکود اقتصادی و بحران بدهی هاست، زیرا دولت های اروپایی در تلاش برای تثبیت اقتصاد خود مجبور به استقراض بیشتر هستند. فعالیت کارخانه ها در چین برای 4مین ماه متوالی در ماه آوریل ضعیف بود.
با وجود آنکه تحلیلگران با توجه به سیاست‌های مالی و اصلاحات ساختاری به توقف روند نزولی رشد اقتصادی چین امیدوارند، اما کاهش فعالیت کارخانه‌های چین را علامت ضعف اقتصادی در سه ماهه دوم سال میلادی جاری می‌دانند. شاخص مدیران خرید در این ماه به 48.3% رسید، زمانی که این شاخص بالاتر از 50 باشد نشانه رشد اقتصادی است. دوستان بیننده، در انتهای برنامه جهان سیاست اقتصاد با این امید که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه از همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.